نفقت زردودي بقدو عزتي از سک فراتر داده تا خجالت نکشند کیسه ها را حسن از آن طرف در داده گدا رفت در خونه امام حسین آقا بدهکارم طلبکارا ریختن در خونه دست امام حسین علیه السلام از خانه خارج شد از در بیشتر از نیازش داد کریمونی که دنبال گرفتار بگرده بیشتر از نیازش هم بهش داد بری گرد واشه آقا جان شما چقدر کریمی فرمود تو کرم دیدی کریم ندیدی کریم اون آقاییه که بیشترین شهید رو تو کربلا تو شهیدم از همه بیشتر به حسینش با صلح مرحمت کرده و 72 لشکر داده اوج بخشش اینجاست پسرش را دم آخر به برادر داده قاسمش رفت و حسین تازه میدید به او یک علی اکبر داده رفت تا پر بکشد تا مگر جام بلا را سر نه سر بکشد هدفش این بوده در میان رجزش نعره حیدر بکشد با سپاه زلفش ای قبن زلفه خواست بره عباس موهاشو شونه لباس رزمشو مرتب کرد صورتشو پوشان حسین انقدر زیبا رو بود این پسر از بنی هاشم چرا؟ چون قبل از اینکه به میانه میدان برسه چشمش میزدن او سپاه شب یتیمه امام زمان هم داره به ما یتیماش نگاه میکنه به خدا با سپاه زلفش میرود یک تنه در مرک لشگر بکشد این پسر از یک تیغ در دل مرک کار دو برابر بکشد تیغ را وقت نبرد گاه مثل عمو گاه علی اکبر بکشد پسر
سردار است. پسر سردار یعنی این، پسر سردار است از تبار یل کرار بلا فرار است. ابروانش مالک سر او میسم تمار و دلش امار است. شطوری نیست ولی شیوه جنگ حسن یک سر در تکرار است. با سپاه مژه‌ها گرم شمشیر زدن در وسط پیکار است. سن او کم بود و کشته تیغ دو ابروش ولی بسیار است. تازه بعد از سه پسر از رقیم بار به تسلیم شدن ناچار. به حضرت شامی خدا لعنتش کنه، انقدر کوهی از آهن بود، اما این پسر کوهی از دل، کوهی از عشق، کوهی از محبت حسین. وارد میدان هم شد ببینید، اگر نمیشناسید یا خودتونه به نشناختم میزنید، من پسر حسنم. اونایی که یادتونه، اونایی که جمل یادشونه، اونایی که صفین یادشونه، اونایی که یادشونه، با کی بزرگ شدی؟ با کی جنگ تمرین کردی؟ با کی زندگی کردی؟ اله قربون قده. گریه میکرد تو میدان، فقط نه برای جنگ، فقط برای قربت عموش. به ازرق شامی گفتن برو داغ این پسر رو به دل عموش بذار، من برم، من عباس رو اگر بگید برم سراغ عباس. یکی از بچه ها میفرستم نگاه کرد کوچیک رو گفت تو برو این بچه رو کار تموم کن. اولی آمد داشت میرسید یان به خودش اومد دید اصلا سر نیست. دومی آمد با نیزه خودش به درک واصلش کرد. سومی رم از گیسواش گرفت تو میدون چرخون. پسر امام حسنه. در اسنای نبرد بعضی جا نوشتن از روی اسب افتاد. امام حسین بهش به ابوالفضلش فرمود داداش بهش اسب برسون. آقا قمر بنی هاشم مثل باز شکاری با یه اسب اضافی اومد دستش گرفت. عزیز دل برادر سوار ماشاءالله لا حول ولا قوت. پشتش حسین و عباس رو میبینین، خودش یه لشکر. سه تا پسر های ازرق رو که به درک واصل کرد دیگه ازرق با نستاد بهش بگم خودش اومد جلو. نمیدیدم همچین کسی بچه های منو شکست بده. من ازرق شامیم، من میشناسی؟ یه نگاهی بهش کرد بابا نوه مولاست. عمو جانش عباس تو همین سن و سال سفینو بهم ریخته.
با همین هیبت با همین شمایل با روی بسته معرفی کرد خودشو ان تنکرونی فان ابن الحسن رجز میخوندن دیگه اونم گفت منم ازرق شامیم یل عربم اینو اونو اونو اینو این پروندم یه نگاه کرد فرمود توی پهلوان عرب اینم به بچه داشت نگاه میکرد اگر تو پهلوان عربی اگر مرد جنگی هستی این همه به خودت زره بستی خب نش برم کفن رفت تو میدون اگر تو مرد میدانی اومدی به جنگی بند چکمت هنوز بازه سر و پایین برد چنان ضرب زد روی سر روی زمین افتاد دست و پا میزد صدای الله اکبر از خیمه بلند شد دیدن نه حریف این نیستم دستور داد با سنگ بزنید ختم جنگ این سخن است پسری آمد میدان سپرش پیراهن است زلف پشت سر زلف لشگر گیسوی این مرد شکن در شکن است تشنگی بی کفنی این حسینی پر از روزه باز حسن است کوچه تکرار شده دشمن این پسر از نسل همان بد دهن سادات ببخشد میزند قاسم را هدف اصلی شمشیر ولی پنج تن است نیزه ها می گفتن به شتاب زمین خورده و وقت زدن است نعل ها نیزه شوید وقت برخواستن و تاختن و دوختن است هر کجا میبینم حسن است و حسن است و حسن است و چشم و لب و دو ابروی قاسم نشان عمومت کمک آروی زمین افتاد عمو رو صدا زد عمومت کمک اما لشکر اومد فرار کنه همه از روش رد شدن چشم و لب و دو ابروی قاسم نشانه شد وقتی نقاب را زرخش نیز زن گرفت گفتن زنده زنده لگد کوب اسب شد
نعل سپاه. آخه چقدر گل میریزن. زمن بگوی به گل چین تلاش بیهوده کردی، گلی که آب نخورده دگر گلاب ندارد. نعل سپاه سهمی از این بدن گرفت، جسمش شبیه موم عسل خانه خانه شد. گرفتی یا نه؟ جسمش شبیه موم عسل خانه خانه شد. غم را به جان خرید و بلا را به تن گرفت. جز وای مادرم سخن دیگری نگو. وای مادرم از او شکاف سینه مجال سخن گرفت. همه جور شاید روزه قاسم ابن الحسن شنیدید، اینجوریشم من بخونم. زخم دردش کمتر از کوفتگیه. راه نمیتونه بره، کوفته شده، بدنش کوبیده شده. شکستگی بدترین درده، چون زخمو میبینی کجا زخمه. مثلا بازو زخم میشه میدونی کجا رو ببندی، ولی وقتی میشکنه نمیدونی باید کجا رو بگیری. به خاطر همین اونی که تصادف میکنه میگن گردنشو نگه دارین تکون نخوره، نمیدونی چه اتفاقی افتاده. کوفتگی و کوبیدگی بدن بیچاره میکنه، نمیدونی چطور مصدومو باید بلند کنی. حسین بر جای این بچه دست میزد، نالش بلند میشد. خمیر رو بخوای پهن کنی باید بمالیش. قد این بچه اندازه عمو نبود، وقتی از میدان برمیگشت سینش به سینه عمو بود. پاش روی زمین کشیده میشد. چه کردن؟ لشکری از روی این بچه رد شدن. یاد این روزه افتادم، مادر افتاد، در افتاد، در روی مادر افتاد. هر کی وارد خانه شد ای وای مادر.